خوش اومدین قربان. عامر باورم نمیشه. مگه سالگرد ازدواجمون نیست اوکیا جون؟ خواستم یه شب بیکم و کاست باشه. داره حالم به هم میخوره. تو واقعا داره حسودیت میشه؟ نه واقعا داره حالم به هم میخوره. خوش اومدین قربان. سلام. خوش اومدید. کمال خان. جا خوردم. فکر میکردم تشریف نمیاری. بعد از پاکتی که بهم دادین خواستم جوابتون رو بدم. حالا که سالگرد ازدواجتونه میخوام یه هدیه کوچیک بهتون بدم. بفرمایید. تعجب نکردم آمه خواهد. فکر کردین منم مثل همه ی آدمایی که دور و برتونن میتونین با رقمای بزرگ بخرین؟ این واسه من فقط یک کاغذ پاره است. ولی زندگی شما همینه. واسه همسرتون یه گردنبند دیگه میخرین. اوکی خانم، تا ابد خوشبخت باشین. معرفی میکنم عزیزم، کمال سویدر، مدیر شرکت نیز ترکیه. تو یه پروژه جدید همکاری میکنی. واقعا؟ شما هم دیگر رو میشناسین؟ بله همسرتون رو میشناسم. عاشقشونم. عاشق تابلوهاشون. دیگه اوکیا کز جو اقلوه. آها بله، پنجمین سالگرد ازدواجتونه درسته؟ میل دارین؟ اینو بگیر بعدن حسابتو میرسم. با اجازتون. یه وقت جایی نرین، تازه کارمون باهاتون شروع شده. خدایا این واقعیت نداره. خیالتون راحت. عشقم پیشم بمون، وگرنه این مردی که را جلو همه خفش میکنم. خوش اومدیم. حالتون چطوره؟ ممنون. سلام علی آقا. خوشبخت آقا لباد. خب
کی میریم سراغ سورپرایز اوزان؟ حتما خیلی کم مونده که خبری ازش نیست. اوزان سورپرایز فوق‌العاده ای آماده کرده، مطمئنم همه خوششون میاد. نکنه سورپرایز اوزان اونیه که پیش عمو قادر وایساده. چه مرد جذابیه. مراقب باش دیگه. ببخشید. خفه شو. خوبی عزیزم؟ خوب شد رو لباستون نریخت. من باید برم دستشویی. ببخشید. من یه سر برم پیش مامانم. باشه. این پسره اینجا چی کار میکنه؟ نمیدونم، منم تازه فهمیدم. کی دعوتش کرده؟ کار کدوم آدم بیفکریه؟ آمر. چی؟ نکنه میدونه؟ مامان به نظرتون حسود روانی میتونه من و دوست پسر سابقم رو با هم ببینه؟ فوری ردش کن بره. چی کار کنم؟ بیرونش کنم؟ نمیدونم، یه کاریش بکن دیگه. شدنی نیست. با آمر دارن روی پروژه مشترک کار میکنن. چی؟ کار. ای داده بیداد. خلاصه این که هیچ کاری نمیتونم بکنم مامان. تو هم نمیتونی کاری بکنی. خدای من باورم نمیشه. فکر میکنی من باورم میشه؟ منو ببین چت شده. خودتو جمع جور کن. اجازه نده امشب هیچ مشکلی پیش بیاد عزیزم. برو. تو چته؟ مشروب خوردم، حالت تهوع دارم. بیا یه چیزی نشونت بدم حالت تهوع یادت بره. خدایش خوشتیب نیست؟ نگاش کن. عزیزم دیگه میخوام حس کنم این مهمونی مهمونی ماست. تنهام نذار. منم میام. جوون از طرز فکر و ایداد خیلی خوشم اومد. واسه این که بتونی درست زندگی کنی باید قاطع باشی، وگرنه حتما یه سری سعی میکنن راهتون رو عوض کنن. اینطور نیست آمیر خان؟ کمال خان امروز خیلی خوش شانسین که سالگرد ازدواجمه، وگرنه به این راحتی ها نمیتونستین از دستم خلاصی. میتونستم تا صبح بشینم با اتون راجب کار حرف بزنم. من حاضرم. آخر هفته بیای منزل ما، میخوایم کباب بپزیم. واقعا که چرا من نمیدونستم؟ منم الان فهمیدم. آقا کمال تا آخر هفته برمیگردن زنگولدان. خب مگه به خاطر این مراسم نموندی؟ نه خیر اینطور نیست، قصد داشتم بمونم. پس آخر هفته میبینمتون. راستش من آخر هفته بهونه قبول نمی کنم. نمیتونین فرار کنین، باید انتقام امروز رو بگیرم. با کمال میل. فقط من یه کار کوچیک دارم نمیتونم بیام. ولی من هستم دیگه. اینجا تصمیم گرفتم برای همیشه برگردم. واقعا؟ فکر میکنم اینجا به من احتیاج دارن، یعنی اینجوری حس میکنم. منم همینت. جایی هم که بهش تعلق دارم. خیلی دلم واسه اینجا تنگ شده بود. هیچ جا مثل شهر و زادگاه خود آدم نمیشه، حتی زنگولدان. شما مهندس معدنی؟ بله. ویدا جون معرفی میکنم، آقا کمال همسرم ویدا. خیلی خوشبختم خانم.
بچه ها مهمونه دیگه هم هستن که میخوان بهتون تبریک بگم، پیش اونا بریم. حق داری. این همون کماله؟ به امید دیدار. خانوما و آقایون، به جشن پنجمین سالگرد ازدواج اوکیا و آمرکوز جوغلو خوش اومدین. یه هدیه کوچیک از طرف برادر عروس. از این زوج فوق‌العاده میخوام که رقص اولشون رو رو صحنه اجرا کنن. آماده ای عزیزم؟ عزیزم چیزی شده؟ طوری نیست، خوبم. دستات یخه؟ یکم هیجان زده شدم. همه هر صبح و هر شب از خودم میپرسم چی کار کردم که لایق همچین زن فوق‌العاده‌ای شدم؟ عمو جون. برادرزاده خوشگلم، چی کار میکنی؟ دارم غذا میپزم، یعنی پختم. آه، مهمون داری؟ نه، یعنی شاید. کمال داره برمیگرده، منم خواستم تو خونه غذا آماده باشه. کلیدشم دست من بود، گفتم ازش استقبال کنم. دخترم فکر خوبی کردی، ولی تو انگار با کمال صحبت نکردی.
چطور مگه عمو جون؟ دخترم کمال بر نمیگرده، تو استانبول میمونه. به تو نگو. یعنی چی میمونه؟ کمال تصمیم گرفته تو استانبول بمونه. بهش گفتم از لحاظ کاری خوبه ولی دلمون برات تنگ میشه. یعنی همیشگی؟ اینطور به نظر میاد. فهمیدم. اگه کمال این تصمیم رو گرفته حتما تصمیم درستی. باشه عمو جون. پس من اینجا رو جمع جور کنم برم خونه، بعدش به کمال زنگ میزنم. میبینم ایت. باشه دختر، خودتو خسته نکن. امشب بازم خیلی خوشگل بوده. به زور تونستم تا رفتن بقیه منتظر بمونم. تو هم زود رفتی، مهمونی غیر قابل تحمل تر شد. نمایش تموم شد، از صحنه خارج شدم. کجا؟ دوش میگیرم. الان نرو، قرارمون چی بود؟ امشب شب میلادمونه، پنجمین سالم تموم شد. و کیا دیگه باید زنم بشی، کافیه. مهر عسلمون رفته بودی. نرفتی. ماه عسل اونجوری نمیشه. عامر ولم کن. ولم کن. با تو هم. عامر گفتم ولم کن. دستتو بکش. عامر بس دیگه، ولم کن. میگم ولم کن. فقط همینت مونده بود. اینجوری بدن روت میشه تو روم نگاه کنی؟ چجوری میخوای به هم بقبولونی که آدمی؟ معذرت میخوام. اوکیا صبرم تموم شده، دیگه کافیه. میخوامت، میفهمی؟ این فقط تویی که میخوای. 5 سال که سهله، 50 سالم بگذره چیزی عوض نمیشه عامر. فراموشم کن. من هیچ وقت زن تو نمیشم. پس نمایش تموم شد. اگه به قدر کافی به همه خوش گذشته، دیگه منم میتونم از صحنه خارج شم. تعریف کن ببینم مهندس دوزاری چی کار کرد؟ وقتی شما رو صحنه بودیم رفت و دیگه بر نگشت. در ضمن شب خیلی خوبی بود خورده. بازم تبریک. تبریک میگم خورده. دارم میام بانو.